إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. عرض سلام و درود دارم محضر همه شما بزرگواران، فرهنگیان، اساتید، دانشجویان، پدران و برادران بزرگوار و همچنان کارشناسان محترم، هر یک جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد دکتر حکمت، مدرس و استاد حوزه و دانشگاه و جناب مولوی سیف عثمانی، آگاه امور دینی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ناصری، کارشناس امور دینی. گفتمان امروز همون قسمی که متعلق هستید تحت عنوان غدیر از دیدگاه مذاهب هست و هدف ما از برگزاری این گفتمان در حقیقت حفظ وحدت اسلامی و برطرف کردن اختلافات مذهبی هست. متاسفانه مسئله غدیر را بعضی وقتا از طرف بعض از گروه های متعصبگر و گونه تحلیل میشه که موجب بروز اختلافات میشه. اما ما میخواییم امروز غدیر رو از یک زاویه دیگر بیاییم بررسی بکنیم، از اون زاویه‌ای که انشاءالله نتیجه این گفتمان ما منتهی شده به وحدت اسلامی و اتحاد مسلمین. در حقیقت وجه اشتراک بین اهل تشیع و اهل تسنن در حقیقت همین محبت آقا امام علی علیه السلام هست که یک امر مسلم بین فریقین هست که هر هم علمای اهل سنت با ما و هم علمای اهل تشیع ما حب و محبت اهل بیت را یک امر مسلم میدان. جناب استاد شما فرمایید که حضرت امام علی علیه السلام در طول 25 سال نه تنها ای که یک فضای مصالحت آمیزی داشتن با خلفا، بلکه یک نوع ارتباط و یک نوع تعاملات داشتن، همکاری های داشتن. اگر شما که این مسئله یک مقدار بیشتر بازتر بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت علی علیه السلام هم در مقام نظر به لحاظ نظری و هم به لحاظ سیره و عمل می تواند مقتدای امت اسلامی برای همزیستی مسالمت آمیز و وحدت و اخوت اسلامی باشد. در خصوص علی علیه السلام و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقاط اشتراک فراوان بین مسلمانان وجود دارد. اولین نقطه اشتراک این است که هر مسلمان فرق نمی کند، شیعه باشد یا سنی باشد، از هر مذهبی که باشد، معرفت علی و اهل بیت را واجب می داند. شناخت علی و اهل بیت فرض عین است بر هر مسلمان از دیدگاه پیروان مذاهب اهل سنت. مسئله دوم که مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامی هست، چه شیعه و چه سنی، مودت اهل بیت و در رأس اهل بیت علی علیه السلام هست. آیه شریفه که می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. شما اگر قرآن کریم را نگاه بکنید، همه پیامبران الهی که آمدن گفتن ما مزد و اجر نمی خواهیم. تنها یک پیامبر گفتن ما مزد و اجر می خواهیم، اونم پیامبر گرامی اسلام بود که فرمود مزد و اجر رسالت ما مودت اهل بیت. بعد در آیه دیگر می فرماید قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا على الله. این اجری هم که ما شما خواستیم برای خود ما نیست، یعنی من پیامبر و اهل بیت من به مودت شما نیاز نداریم، شما این که به مودت من و اهل بیت من نیازمندید.
در اون روایت میفرماید مثل اهل بیت که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل علی و اهل بیت من مثل کشتی نوح میمونه، کشتی نجات. هر کس که پیروی اهل بیت و پیروی علی باشد اهل نجاته. ما به این کشتی نیاز داریم برای نجات، نه اینکه او به ما نیاز داشته باشه. لذا دومین اصل مهم و مورد اشتراک شیعه و سنی مودت اهل بیت و در رأسش علی علیه السلام است. هیچ فردی در مذاهب اسلامی وجود ندارد که در مصداق ذی‌القربا و اهل بیت بودن علی علیه السلام شک و تردید کرده باشد. همه به اتفاق میگویند که علی بارزترین مصداق ذی‌القربا است، بارزترین مصداق اهل بیت. و در اینجا توجه کنیم که قرآن از ما و شما مودت خواسته، فراتر از محبت، چون محبت یک امر صرفا قلبی هست، اما مودت علاوه بر محبت قلبی باید در زبان و در گفتار و در رفتار باید خودش چیه؟ نشان بده. شما جالب فخر رازی صاحب و نویسنده تفسیر مفاتیح الغیب که مشهور به تفسیر کبیر است در جهان اسلام به خصوص در جهان اهل سنت، این تفسیر از جایگاه و پایگاه خاص برخوردار است. در ذیل همین آیه چه روایت های راجع به مودت و محبت اهل بیت که نمی آورد. حالا چون جلسه ممکنه وقت زیاد نباشد من اون روایت ها را نمیگم، فقط به این نکته این عالم اشاره میکنم. این عالم چی میگه؟ میگه که من اقتدا بهی فقط اهتدا، به علی علیه السلام میگه من اقتدا بهی فقط هدا، هر کس به علی اقتدا بکند اهل هدایت. هدایت اقتدای به علی علیه السلام است. و من تمسک بهی فقط تمسک بالعروه الوثقا، هر کس به علی تمسک بکند به عروت الوثقا تمسک کرده است. حالا در ذیل این آیه نظریات مفسرین دیگر هم که بخوانیم تقریبا اجماع مفسرین بر این است که علی علیه السلام مودتش واجبه، یعنی نه تنها در قلب بلکه در زبان و در گفتار هم باید این نشان داده شود. مسئله دیگه ای که همه مذاهب اسلامی بر آن اجماع داره مسئله وجوب اطاعت از علی علیه السلام. قرآن کریم می فرماید قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، خدا را اطاعت کنید مطلقا بدون هیچ استثناء، رسول را اطاعت کنید بدون هیچ استثناء، و اولو الامر خود را اطاعت کنید بدون هیچ استثناء. این که اولو الامر کیست، مصادیقش چیست، همه بالاجماع و بالاتفاق نظر دارند که یکی از بارزترین مصادیق اولو الامر علی علیه السلام. در این هیچ عالم شک و تردید نداره، هیچ مفسری. بنابراین اطاعت از علی علیه السلام یک امر کاملا اجماعی بین همه مذاهب اسلامی است، بین همه مذاهب اسلامی. مسئله دیگری که هست بحث ولایت علی علیه السلام است. آیه قرآن کریم که در شأن علی علیه السلام نازل شده و بیش از 10 مفسر اهل سنت را من خودم تفحص کردم که شأن نزولش را علی علیه السلام میداند، آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزكاة و هم راکعون، که در مسجد علی علیه السلام در حال نماز بود و گدای آمد، بالاخره پیامبر گرامی اسلام او را به علی علیه السلام ارجاع داد و او در حال رکوع اون انگشتر خود را به فقیر اهدا کرد که نگین پادشاهی ز کرم دهد گدا را. خب این
اما اینکه ولایت چیست در این مقدارش همه اتفاق دارن که ولایت به معنای محبت و اطاعت همه مذاهب اسلامی اتفاق نظر داره، اما ولایت به اون معنای به اصطلاح امامت و نسب از طرف خداوند متعال، این در واقع مخصوص اهل تشیع است که ما معتقد هستیم باید امام مثل نبی منصوب از طرف خود خداوند متعال باشد، که الحق من ربک، حق از ناحیه خداوند متعال است و فقط او حق دارد که بعد از پیامبر امام را و جانشین را نصب بکند. اما علی علیه السلام در مقام عمل، این برای ما شیعیان و برای ما خیلی مهمه، علی علیه السلام نه تنها میتواند در مقام نظر محور وحدت امت اسلامی باشد، بلکه میتواند محور وحدت همه عدالت خواهان، همه آزاد خواهان عالم باشد. هر کس که در پی اقتدا به یک انسان کامله، هر کسی که برایش انسانیت و کمال انسانی مهمه، او میتواند الگوی کاملتر از علی کی را جز پیامبر گرامی اسلام میتواند سراغ داشته باشد؟ در علم، در شجاعت، در مروت، در جوانمردی، در صلابت، در تقوا، در ترحم، در همه فضایل وقتی نگاه بکنید، علی علیه السلام الگوی کامل به اصطلاح انسانی است. وقتی اون عالم مسیحی برنده جایزه نوبل کتاب می نویسد الامام علی صوت العدالت الانسانیه، امام علی صدای عدالت انسانی، دویس آف هیومن جستیس، علی این ظرفیت را داره که صدای عدالت انسانی باشه، صدای کرامت انسانی باشه، صدای شرافت انسانی باشه و همه را جمع بکند. ما باید این نگاه را به علی داشته باشیم، نگاه تنگ نظرانه به علی نداشته باشیم که بگیم فکر کنیم علی مخصوص شیعه است. نه، علی این ظرفیت را دارد که معلم انسانیت و مظهر همه کمالات انسانی و مقتدای همه کسانی باشد که میخواهد انسانی زندگی کنه، میخواهد الهی زندگی کنه. لذا این اقتدای به علی که هم معرفتش واجبه، هم مودتش واجبه، هم اطاعتش واجبه، هم ولایتش، این سرمایه بزرگ امت اسلامی است که می تواند همه را حول محور او جمع بکند. و عرض کردم که فراتر از امت اسلامی، همه انسانهای عدالت خواه، همه انسانهای علاقمند به شرافت و آزادی و آزادگی و عدالت خواهی را می تواند جمع بکند. منوط به این که ما نگاه انحصار طلبانه به علی علیه السلام نداشته باشیم. یه دوم، در مقام سیره باید به علی علیه السلام اقتدا بکنیم، ما کاسه داغ‌تر از آش نباشیم. این خیلی مهمه. علی علیه السلام در 25 سالی که در دوره خلفای ثلاثه ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان زندگی کرد، هرگز یک لحظه به شقاق و اختلاف بین امت اسلامی فکر نکرد. اونقدر مشاور امین و اونقدر وحدت امت اسلامی برایش مهم بود که هرچند برایش سخت بود گفت صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. مع ذلك حضرت علی علیه السلام حفظ اسلام و وحدت امت اسلامی را بر هر چیز دیگر مقدم کرد، بر هر چیز دیگر مقدم داشت، و برای حفظ وحدت اسلامی، برای حفظ کیان اسلامی، تمام توان خود را در قسمت یاری و خلفا به کار گرفت. اونقدر که از خلیفه دوم عمر فاروق نقل شده است که لولا علی لهلک العمر، اگر همکاری علی، مشاوره علی، چه در مسائل دینی، چه در مسائل سیاسی نمی بود،
دیگه عمر اهل نجات نبود. تا این حد اینها با هم صمیمی بودن، با هم دوست بودن و با هم همکاری داشتن. این است که ما اختلاف نظر هم اگر باشد، ما باید تلاش بکنیم که با اقتدای به علی علیه السلام بحث حفظ اصل اسلام در مقابل توطئه های دشمنان اسلام و حفظ وحدت امت اسلامی را به عنوان یک اولویت از علی علیه السلام و از رئیس مذهب ما امام جعفر صادق علیه السلام یاد بگیریم. اما عرض کردم که این وحدت در مقام عمل و در سیره به این معنا نیست که اختلاف نظر نیست، به این معنا نیست که اختلاف دیدگاه نباشد، به این معنا نیست که مناظره و بحث ها و گفتگوها نباشد. نه، اونها سر جایشون محفوظ. بحث اختلاف نظرهای فقهی هست، اختلاف نظرهای کلامی هست. این اختلاف نظرها باید با منطق و با جدال احسن، همون گونه که قرآن میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، سر جای خود محفوظ باشد. اما این یک نکته را من اینجا باید توجه بدیم که بحث های کلامی و فقهی اختلافی باید در همون مراکز علمی مطرح شود، در همون جایی که شایستهش هست بررسی شود، چنانچه که علمای مسلمین هم در طول تاریخ این کار را کردن. نه این که این اختلافات را ما بیاریم در یک بستر عمومی، در فضای عمومی رسانه، در جاهایی که تخصصش نیست مطرح بکنیم. کسی که تخصص بحثای کلامی را ندارد، چرا ما بحثای اختلاف کلامی را اونجا مطرح کنیم؟ کسی که تخصص بحثای فقهی را ندارد، چرا در جایی که شایسته نیست ما این بحثا را مطرح کنیم تا مورد سوء استفاده قرار بگیرد؟ اون بحثا اگر هست، اختلاف نظرها اگر هست، استدلال اگر هست، مناظره اگر هست، مقامش محفوظ در جایگاه خودش. اما ما در عمل و در جامعه اسلامی باید تلاش ما بر این باشد که حفظ اسلام و مصالح علیای امت اسلامی و وحدت امت اسلامی را به عنوان اساسی ترین راهبرد و استراتژی در نظر بگیریم و این را از علی علیه السلام بیاموزیم. تقدیر و تشکری فراوان داریم جناب استاد از صحبت‌های دلنشین شما. یو زای که راضی چه مؤمنان سر ورونه دی، او بل زای که راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی چه مؤمنان دست دی لکه یو سرائی. اغا یو سرائی که دکل دی سری سر و خوکشی نور طول بدنی و سر خوکشی، او کله کدی سړی سترګه و خوښی ټول بدن یې وسره خوښی، کله کدی سړی لاس و خوښی ټول بدن یې خوښی. نو مؤمنان سره ورونه دي، او مؤمنان داسې دي لکه یو بدن، لکه یو کس. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي چې مؤمنان داسې دي لکه یو کس، لکه یو سړی. کله چې دې سړی کوم اعضا درد کا، ټول بدن په درد ورسره راځي. نو چې یاره موږ او تاسې مسلمانان وو، یاره قرآن عظیم شان تم غاړه ایښی وي، یارم دین قبول کړی وي، نو بیا کولای شو چې موږ او تاسې یوه ښه زندګي وکړو، یوه د وروری زندګي وکړو. صحابه کرام په وخت کې به معمولي اختلافات راغلي وي، د تابعینو په مابین کې هم بعض اختلافات راغلي دي، اختلاف د نظر بعضې وخت راغلی دی په فروعو کې، اتبع تابعین په وخت کې هم بعضې اختلافات راغلي دي، د امامانو مجتهدینو کې هم دغه ځای راغلی دی چې امام اعظم صاحب داسې خبره کا او امام یوسف صاحب بل څه ویي. سره دې چې قد دې شاګرد دی امام جعفر صادق رحمت الله علیه، د امام اعظم کوفی نعمانی رحمت الله علیه استاد دی. نو بعض وخت دې اختلافات غلي دي، اختلاف د نظر، اختلاف لفظی غلی دی. دو خلفای راشدون هم دست اختلاف دی نظر غلی دی. نور تشریح توار که برونه دی جوان سپاس. تا اینجای گفتمان در حقیقت چیزی که نتیجه گیری میشه این است که اختلافات اعتقادی
اعتقادات فکری امر طبیعی هست. اما این اختلافات موجب عداوت و دشمنی نباید شود. و این اختلافات با وجود این اختلافات باید که تمام مذاهب اسلامی در کنار هم در یک فضای برادرانه و صمیمانه زندگی بکنند. و عنوان آخرین سوال از جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ناصری سوال را مطرح بکنیم. قبل از این سوال را مطرح بکنیم، در اخیر همین برنامه گفتمان انشاءالله ما برنامه خواندن عهد اخوت را داریم توسط همین سه تا کارشناس محترم. به خاطر حفظ وحدت و به خاطر نشان دادن این که بله میشه با وجود اختلاف مذاهب ما در کنار هم من حیث یک برادر زندگی بکنیم، انشاءالله در اخیر همین برنامه خواندن عهد اخوت هم هست. اما سوال جناب استاد ناصری، مسئله قدیر بعضاً به گونه‌ای تحلیل میشه و گونه‌ای تجلیل میشه که موجب بروز اختلافات هست، موجب ایجاد شدن تنش‌ها میان جامعه و میان مذاهب هست. راهکار ای که ما بتانیم هم از قدیر و هم از مناسبت‌های دیگر مذهبی بیاییم ما برگزار بکنیم، مناسبت‌ها را تجلیل بکنیم، بدور از ایجاد کردن اختلاف‌ها و بدور از ایجاد کردن تنش‌ها، این راهکارش رو شما برای ما فرمایید که چطور این مناسبت‌ها را برگزار بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به سوال شما عرض کنیم که بهترین راهکار در قدم اول برای ما قرآن مجید هستند، که واقعا اگر ما قرآن مجید را سر لوحه زندگی خود قرار بدهیم دیگر فکر میکنم مشاکل ما حل است و بعد از آن هم ائمه معصومین علیه السلام هستند. فقط ما اگر بیاییم همین یک آیه قرآن مجید را که میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اگر ما همین را خوب تجزیه و تحلیل بکنیم و خوب به محتوا و مضمون این آیه دقت و بررسی داشته باشیم، دیگه کاملا این مشکلات عقیدتی، مشکلات نظری، مشکلات و برنامه هایی که در لابلای ابحاث و برنامه ها مطرح می شود همیشان براحت ترین برنامه حل می شود، که قرآن مجید می آید می گوید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خب قرآن مجید معمولا بیان کلیات هستند و کلیات را بیان می کند و که خیلی از انسان ها شاید چیزی از قرآن مجید به دست نیاورد. اما بعد از اون می آییم نظر ائمه معصومین علیه السلام را درباره اتحاد و درباره خود دقیقاً درباره خود همین مسئله قدیر می‌خوانیم و قرائت می‌کنیم که ائمه معصومین ما علیه السلام چه برنامه‌ها و پیامبر گرامی اسلام چه برنامه‌هایی دارند. یک حدیث از امام رضا علیه السلام هستند که من اینجا اسمش را هم نوشته کردم، که واقعا اگر ما همین حدیث را بخوانیم و به عنوان قدیریت تقدیم بکنیم دیگر تمام است و برنامه ها اختلاف همه برنامه ها تمام است. امام رضا علیه السلام می فرماید که یوم الغدیر یوم مرغمت الشیطان و یوم تقبل اعمال الشیعه و محبی آل محمد. قدیر امام رضا علیه السلام می فرماید روز قدیر روزی است که بینی شیطان به خاک مالیده می شود، یعنی شیطان دیگه در کمین است ببینه چی اختلافی و چی تنیشی و چی تشنجی می تواند در بین جامعه مسلمانان برپا بکند و چی وسوسه هایی که در دل اینها ایجاد بکند که خدای نخواسته منجر به اختلافات و برنامه هایی شود. که اما اگر ما به محتوا و مضمون غدیر بررسی کنیم و دقت داشته باشیم دیگه این مشکل حل است. یوم تقبل فیه الاعمال الشیعه و محبی آل محمد، این روز غدیر روز است که اعمال شیعه داری قبول می شود و دیگه چی؟ و اعمال محبین آل محمد هم قبول می شود. خب ما اعتقاد داریم و باور داریم و دیدیم که الحمدلله برادران اهل سنت و جماعت ما کاملا محبت و مودت ائمه معصومین علیه السلام در دل و در سینه اینها هست و
جاگزین هستند. خب بعد از این مرحله ای که ائمه معصومین همطور پیامبر گرامی اسلام که در خود یک حدیثی که ازشان نقل شده که میگوید من علی ابن ابی طالب را به عنوان علم نصب کردم برای امت، نمیگوید برای شیعه، حتی برای قید مسلمان را هم نمیده، برای امت. خب امت یک کلمه عام است، هم شامل شیعه می شود و هم شامل برادران محترم اهل سنت و جماعت می شود. این برنامه ائمه معصومین علیه السلام و پیامبر گرامی اسلام است که ما کاملا می توانیم این حدیث هایی که درباره غدیر خم نقل شده است می توانیم از اینها پیام اتحاد را ببینیم. اما از این که پایین تر بیاییم و نگاه بکنیم و بررسی بکنیم می بینیم الحمدلله علمای ما، مراجع ما، آنهایی که امروز زعامت دینی دارد، آنها چقدر تأکید بر اتحاد دارد. خب اونها حتما یک نتیجه گرفتن از اتحاد. مثلا شما شاهد بودین که حضرت آیت الله عظمای محسنی که ما 8 سال در خدمت ایشون بودیم، یک طرف فقط حرفش از اتحاد بودن، از اتحاد مسلمانان بودن و خیلی از برنامه هایی که ایشون جایگزین کرده بودن کل کاملا برنامه اتحاد و برنامه مثلا وحدت مسلمین بودن. و بعد از اون هم که خدا رحمت کند ایشون رو، الان ما آیت الله عظمای سیستانی مرجع اعلای جهان تشیع و حضرت آیت الله عظمای فیاض مرجع کبیر جهان تشیع، وقتی کنارش بروید و بنشینید حرفش از اتحاد است، از اختلاف نیست. آنهایی که یک دنده‌ای به تعبیر ما و شما پیش میرفت هیچگاه اونها را تأیید نمی کند، همیشه آنها را موجب تنفر جامعه می شود و واقعا آن کسی که میاد فقط از تشیع داد می زند و اهانت و توهین را خدای نخواسته نسبت به برادران محترم اهل سنت و نسبت به خلفای راشدین و نسبت به ائمه آنها را میگوید جایز نیست، حرام است. آنها را میگوید شما مرتکب گناه کبیره شدید و باید توبه بکنید، چون سبب اختلاف می شود، دیگه تمام برنامه ها کاملا از هم پاشیده می شود. اون پیام حقیقی که ما از اسلام داریم، اون پیام حقیقی که ما از پیامبر گرامی اسلام داریم، دیگه با این برنامه ها از هم پاشیده می شود. اما ما اگر جنبه اتحاد را مد نظر بگیریم و مطالعه داشته باشیم و تحقیق کنیم، دیگه کارها به راحتی حل می شود. سالهای سالها ما و شما مبلغ اعظام می کنیم در لوگر و مثلا در ولایتی، در بین برادران محترم اهل سنت و جماعت سخنرانی میکند، تبلیغ میکند. برادران محترم اهل سنت و جماعت با کمال احترام و با کمال افتخار میآید و زیر سخنرانی میشند و صحبت میکند و بحث دارد و برنامه یا حسین یا حسین میکند. و بی برنامهش همین ائمه معصومین و تأثیرش همین غدیر است که واقعا ما اون احادیثی که درباره غدیر است که اونها را خواندیم و اینها هم مطالعه دارن که تأثیر کرده است که اینقدر مردم الحمدلله خوب شود. خلاصه اگر ما بخواهیم غدیر را یک نمونه وحدت در بین مردم معرفی بکنیم، بهتر است اول به قرآن مراجعه بکنیم، بعد هم بیایم احادیث ائمه معصومین که درباره غدیر قرائت شده است که فقط امتی دارد و فقط محبی آل محمد دارد، این را بررسی بکنیم و بعد از آن هم دیدگاه علما و مراجع محترم اهل تشیع و علما و بزرگان محترم اهل سنت و جماعت که نمونه بارزش این هم به عنوان آخر نکته عرض کنم و نمونه بارزش ما کلمات درربار و بسیار سازنده و آموزنده شیخ احمد الطیب رئیس دانشگاه الازهر مصر را داریم که واقعا ایشان هم همیشه وقت تأکید بر اتحاد و تأکید بر برادری دارد. هر وقتی که ایشان عراق تشریف میارد حتما میآید با آیت الله عظمای سیستانی و آیت الله فیاض هم ملاقات دارد. خب این برنامه ها را ما از غدیر گرفتیم و از ائمه معصومین گرفتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی زیاد تشکر فراوان داریم از صحبت‌های دلنشین حسب کارشناس محترم جناب دکتر حکمت، جناب مولوی عثمانی و جناب مجرد جناب آقای ناصری بزرگوار. تا اینجا نتیجه گفتمان ما در چند جمله اگر می‌خواهیم خلاصه بکنیم این است که اختلافات اعتقادی بین مذاهب یک امر طبیعی هست، اما میشه که ما در کنار هم مثل هم برادر زندگی بکنیم. امام علی علیه السلام و
و مسئله غدیر نه تنها که یک مسئله اختلافی هست، یک مسئله است که موجب اختلاف مذاهب میشن، بلکه در حقیقت یک پیوندی است بین مذاهب اسلامی. و نکته دیگه‌ای را که از این گفتمان نتیجه گیری بکنیم اینه که عید غدیر عید اخوت مذاهب اسلامی هست. انشاءالله ما چون که یک از اعمال عید غدیر در حقیقت خواندن عهد و اخوت هست و به خاطر اینکه ما بیان بکنیم عملا که بله میشه انشاءالله با تمام اختلافات اعتقادی در کنار هم مثل یک برادر زندگی بکنیم، عهد و اخوت رو انشاءالله میخوانیم. خوشنودی قلب مقدس آقای امام زمان تعجیل در ظهور آقایی که ما آماده میشیم یک صلوات بلند برحمد کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و آخیتک فی الله و صافیتک فی الله و صافحتک فی الله و آهدت الله و ملائکته و کتوبه و رسوله و انبیاءه و الائمة المعصومین علیهم السلام الا اینی این کنت من اهل الجنت و شفاعت و اذنلی به ان ادخل الجنه لا ادخلها الا و انت معی.